ارزشمندترین و سنگینبارترین درودهای ما را بپذیرید بینندگان ارجمند و گرامی شبکه NITV. بنده فریدون توفیقی هستم، در خدمتتون هستم. در قسمت دوم برنامه آقای آتابای با شما خواهند بود. دیروز بنده غیبت داشتم به علت وضعیت ترافیک و امروز آقای ضیا رو فعلا در استودیو نداریم. برنامه رو پی میگیریم، در بخش دوم با آقای ضیا خواهیم بود. عرض کنم خدمتتون که هموطنان ارجمند، در این اوضاع و احوالی که همه شما خبرها رو دنبال میکنید، خب طبیعی است که جامعه ایرانی نگاهش معطوف به مسائلی که در رابطه با سرزمین خودشه. در ایران ما با توجه به دستورالعمل‌های شدیدی که حکومت جمهوری اسلامی کماکان صادر میکنه، عرض کنم که دیروز یه مختصر اشاره کردیم به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که چه آقای اژه‌ای چگونه، عرض کنم که راجع به اون دسته از شخصیت ها و برها روزنامه نگاران و جوان هایی که در اون جنبش بزرگ اعتراض کردند به تقلبی که در انتخابات شده بود و خب بسیاری از اونها کوچ کردن از مملکت، به گونه ای آمدن به خارج، بعد گفته بله اینها راه برشون بازه، میتونن بیان ایران، ولی وقتی بیان باید عرض کنم که پاسخگو باشن، محاکمه بشن. خب این سخن در واقع نشان دهنده سیاست های جمهوری اسلامی است در همون راستایی که تا کنون دنبال کرده و این باید قابل توجه اون کسانی باشه که تلاش میکنن، کوشش میکنن که چهره کریه این نظام رو موجه برای جهانیان جلوه بدن. نه، این حکومت خصلتش اینه، خویش اینه. اتفاقا اونایی که اشتباه میکنن تصورشون بر اینه که در این نظام این فقط احمدی نژاد بودی که این کار رو کرده. اتفاقا احمدی نژاد چهره واقعی و سیاست واقعی نظام ولایت فقیه رو دقیقا نشان داد. حالا در چنین شرایطی نگاه های بسیاری از شخصیت های بین المللی معطوف است به عرض کنم که آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و متاسفانه بخشی از خود ایرانی هایی که به هر حال در سرزمین های آزاد، در سرزمین های دموکراتیک زندگی می کنند، با قوانین مدنی آشنا هستند، عجیبه که اینها دل خوش کردن به اینکه میشه در ایران عزیز ما با بودن نظام ولایت فقیه، با بودن این قوانین شرع و شریعت، حالا گیرم که رئیس جمهور تغییر بکنه، چه چیزی رخ خواهد داد. اصل مطلب اینه که تا زمانی که این قوانین هست، تا زمانی که اینا این گونه عنوان کردن، هنوزم بعد از 35 سال بر همون روال دارن حرکت میکنن. به ظاهر میگوین که تجمعات آزاده، نمیدونم جلساتی که به هر حال هموطنان ما داشته باشن آزاده، اما یه شرط میزنن، به شرطی که با مبانی اسلامی در تضاد نباشه. خب چه کسی تشخیص خواهد داد این ضد مبانی اسلامی؟ خود حجت الاسلام ها. طبیعی است که اگر حرکتی بشه سریع اینا جلوشو میگیرن، میگن این با مبانی اسلامی همخوانی نداره. عنایت کنید، خواهش میکنم، یه کمی عمیق به همین قانون اساسی نظام ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی توجه بفرمایید تا به اصل اون مطلب واقعا واقف بشیم. عجیب هموطنان، از در طول این سالها اینم خدمتتون بگم، آدم توقع و انتظار داره از گروه الیت، از گروه تحصیل کرده، از استادان دانشگاه، اینا نمیدونم تا چه اندازه میخوان عرض کنم که کماکان خودشون رو به بیخبری بزنن. آیا در طول این سالها همه ما شاهدیم اینا با طبقه دانشگاهی چه کردن، با دانشجویا چه رفتاری داشتن، با اساتید چه رفتاری کردن؟ حالا یه تعداد بیشماری از استادان دانشگاه نامه نوشتن به حسن روحانی و گفتن که دانشگاه باید یک دو موارد زیاده بر شمردن. خب عجیبه که اینها تصور میکنن که رئیس جمهور این قدرت رو داره، این توان رو داره که این خواسته ها رو برآورده کنه. این در چهارچوب این نظام نمی گنجه. ما فراموش نمی کنیم برای نخستین بار وقتی همین آمدن، اولین حرکتشون چه بود؟ تعطیلی دانشگاه ها.
یادتونه اون موقع همین آقای عبدالکریم سروش زمان بنی صدر هم بود که انقلاب فرهنگیشون آغاز کردن. همه شما شاهدید. وقتی من عرض میکنم ما نباید حافظه تاریخمون رو دست بدیم، به خاطر همین نکاته که بعضی ها تصور میکنن گذشت زمان همه اینا رو به دست فراموشی میسپاره. اگر ملتی تا این اندازه بخوان فراموشکار بشوند، طبیعی است که استبداد بیشتر میتونه قدرت خودش نشون بده. وقتی انسانهای آزاد به دنبال آزادی هستند، باید حافظه تاریخشون رو دائم ازش کمک بگیرن، نه اینکه به فراموشی بسپارن. یه مثال خیلی ساده خدمتتون میزنم. شما نگاه بکنید از زمانی که مملکت ما ایران عزیز ما مورد تاخت و تاز تازی ها قرار گرفت، خب خیلی از شخصیت های غیر ایرانی مطلوب ایرانی ها شدن. حالا اگر در اون موقع نیاکان ما اینا رو خوب وضعیتشون رو روشن بیان میکردن، شاید نسل های بعدی فریب نمیخوردن. رای دور نریم، همین امامزاده ها، همین مثلا امام رضا، امام هشتم، خب نسل بعد که نمیدونستین چه کار کرده، گنبد و بارگاه درست کردن، عرض کنم که یه عده میرن اونجا زیارت میکنن. خب وقتی این نسل هم از بین برود، این نسل آگاه، طبیعی است که نسل هایی که بعد هم به دنیا میآیند توقع همین رو خواهند داشت که آقا نکنه این خمینی واقعا یه امام بوده، معجزاتی هم کرده، برای اینکه گنبد بارگاه درست کرد، این جا میفته دیگه، همچنان که در جای دیگه هم ما شاهدش بودیم. همه اینا رو دارم فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. و بعد ما ایرانی‌ها در خارج از کشور در یک دایره دقیقا گیر کردیم، اسیر بعضی از این چهره‌ها شدیم که در خارج از کشور برای هموطنان خارج نشین ما طرح و برنامه میدن و بعد هم بعضی هاشون گله گذاری میکنن که چرا مردم استقبال نمیکنن. برای اینکه شماها هرگز نیامده اید به اون اصل ایرانیت تکیه کنید. شما یه گروهی هستید که بعضیاتون دلبستگی دارید به حکومت جمهوری اسلامی و بعضیاتون هم پاره کمی جلوتر میذارید، شخصیت هایی که در همین نظام ولایت فقیه هستن، اینها رو برای مردم به عنوان یک چهره های موجه ترسیم میکنید. مگر در زمان خاتمی غیر از این بود؟ مگر در زمان خاتمی در همین خارج از کشور کم بودن از هموطنان من شما که خاتمی رو خواستن یک چهره نشان بدن که آه این یک انسانی است که قانونگراست، این اگه بیاد قانون اجرا میشه، آزادی به مملکت برمیگرده، وضعیت زنان بهتر میشه، همه این وعده ها رو دادن. و خود خاتمی هم در اون شعارهای انتخاباتیش مانند همین آقای حسن روحانی این وعده ها رو داده بود. من قشنگ این یادمه، عنوان کرده بود که من دولت قانونم، من که بیایم رئیس جمهور بشوم سعی میکنم قوانین و قانون رو اجرا کنم. پس معلوم شد که پیش از اینکه ایشون بیان به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنن، در اون مملکت قوانین اجرا نمیشده، قانون اجرا نمیشده. میخوام بگم اینا خیلی خوب بلدن آخوندها بازی کنن با احساسات شما. حالا خواهید دید، رای دور نمیریم، منتظر باشیم. ولی همه سخن من اینه، اگر در درون واقعا چاره ای ندارن، اگر سرکوب میکنه نظام هر حرکتی رو، هر جنبشی رو که شاهد بودیم تا کنونم کرده، آخه در خارج چرا؟ در این فضایی که به هر حال هموطنان ارجمند میشود خیلی کارهای اساسی انجام بگیره، در اینجا چرا باید هموطنان ارجمند ما، حتی گروه های سیاسی ما دست روی دست بگذارن و در انتظار این بنشینن ببینن که مله ها و آخوندها و حجت الاسلام ها و حکومتگران، عرض کنم که چه طرحی رو ارائه میدن و اون وقت اینا به دنبال اون طرح ها میرن اون رو تجزیه و تحلیل میکنن. متاسفانه هنوز یک طرح جامع در خارج از کشور ارائه داده نشده. عرض کردم که هر وقتم یک حرکت منسجمی میخواهد انجام بپذیرد، سریع عوامل جمهوری اسلامی، عوامل نفوذی، خب شروع به فعالیت میکنند. در طول این سالها شاهد بودیم دیگه. متاسفانه این یکی از ضعف‌های بزرگ جامعه خارج از کشور و علل اصول الیتشه، یا اون به اصطلاح روشنفکران یا همون شخصیت هایی که ادعا میکنن لیدرهای سیاسی هستن. متاسفم اینو میگم، ممکن از من خوشتون نیاد ولی این واقعیت.
واقعیته. به هر حال وضعیت ایران ما این گونه است در چنین شرایطی. حالا نگاه ها معطوف است به عملکرد آقای رئیس جمهور. از طرف دیگر همه شما شاهدید که بار دیگر همون هایی که به اصطلاح قدرت در مملکت ما دارن، خب بسیاری از اونها جزء معابدین عراقی هستند، یعنی به هیچ وجهی اینها به ایرانیت باور ندارن. نمونه زندهش برادران لاریجاریه که این روزها میشنوید خبرها رو دنبال میکنید، چه اظهار نظرهایی میکنن هر کدامشان. خب آیا با چنین جوی، با چنین فضایی شما به من بفرمایید چگونه میشود به سمت آزادی و دموکراسی در درون ایران حرکت کرد؟ مگر اینا میگذارن؟ مگر در زمان خود همین آقای خاتمی که میگفتن که رهبر اصلاحات عظیمی میخواد در مملکت صورت بگیره، با دانشجوها چه کردن؟ مگر فراموش کردیم 18 تیر جنبش دانشجویی سه سرنوشتی پیدا کرد؟ مگر همین مسئله کارگران رو فراموش کردیم؟ آقا آمده بودن یه سندیکا میخواستن، چه کردن با رهبر اون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اوسانلو؟ زبانش میخواستن ببرن و این مسائل وجود داره. یا کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه، چه تعدادی از کارگران همین حکومت دستگیر کرد؟ و بعد رای دور نرویم، در همین جنبشی که رخ داد، خب خیلی از جوانها کشته شدن. ماجرای کهریزک به کجا انجامید؟ آقایون، خانمایی که از نظام اشغالگر جمهوری اسلامی جانبداری میکنید، شمایی که در همین واشنگتن لابیستای حکومت اسلامی شدید و دائما به خدمت این سناتور میرید، اون سناتور میرید و میخواهید توجیه کنید سیاست‌های جمهوری اسلامی رو. حتی کار به جایی رسیده باز هم اینا به قول مشهور نمیخوان واقعیت‌ها رو بپذیرن. این روزها بحث بر این بود که این تحریم‌ها، خب میدونید که نظام ابتدا این تحریم‌ها رو اصلا براش ارزش قائل نبود، میگم اینا بذار کارشون رو بکنن، اینا کاغذ پارست. اما چه شد؟ حالا کم کم خودشون فهمیدن که این تحریم ها کمرشون رو شکونده. باور کنی به خاطر مردم نیست، به خاطر اینکه اگر این تحریم ها این کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا درست واقعا بخوان اعمال بکنن، باید این نظام، هموطنان ارجمند گرامی، این گونه در بنبست قرار بگیره. حکومت جمهوری اسلامی باز دستش باز بشه، سرکوب شروع خواهد شد، بگیر و ببندها شروع خواهد شد. و همچنان که علی خامنه ای اظهار نظر کرده برخلاف اونایی که لابیستای جمهوری اسلامی هستن، گفته من زیاد خوشبین نیستم به مذاکره آمریکا. اما دیروز با آقای زیا قرار گذاشتیم که امروز در مورد دو پادشاه ایران صحبت کنیم. رضا شاه کبیر، شخصیتی که ظهورش هموطنان ارجمند دیگرگونی در مملکت ما ایجاد کرد. واقع‌بین باشیم. خیلی ها برای اینکه جلوی گفتن حقیقت رو بگیرن عنوان میکردن که بله آقا این رضا شاه رو هم انگلیسی ها آوردن. خب این خودش یک بحث مفصلی میطلبه، ولی نگاه بکنین از زمانی که این شخصیت ظهور میکنه چه کارهایی در مملکت انجام میپذیره. در مدت 16 سال چه برنامه هایی اجرا میکنه که هنوزم آثار اون در ایران ما موجوده. رضا شاه یک شخصیتی بود که به ایرانیت باور داشت. رضا شاه بزرگ به هویت ایرانی عشق می‌ورزید. عاشق فرهنگ و تمدن ایران بود. به ایران باستان علاقه وافر داشت. برای نخستین بار هموطنان ارجمند گرامی نگاهش معطوف بود به زبان فارسی. به شخصیت مثل فردوسی یادمون باشه، در زمان او بود که ارکان بزرگ داشتی گرفته شد و اکثر محققین به ایران دعوت شدن در اداره فردوسی. رضا شاه کبیر بود که برای نخستین بار کارشناسان ایتالیایی دعوت کرد که تخت جمشید رو دوباره عرض کنم که آکروبی کنند، چون در زمان قاجار تخت جمشید اصلا به طور کلی از بین داشت میرفت دیگه. قبار روبی کردن، اومدن زحمت کشیدن، خاکا رو برداشتن. خب این آدم علاقش به ایران بود و خیلی کارها انجام داد. اشاره باید بکنیم به نگاه این شخصیت به
مدر شدن مملکت. برای نخستین بار آمد با این شیخ‌ها، با این آخوندها که مکتب خانه درست کرده بودن، همین شخصیت رضاشاه، که مدارس باید مدرن باشه. بساط مکتب خانه ها برچیده شد، مدارس مدرن ایجاد شد. برای نخستین بار این شخصیت هموطنان ارجمند تشخیص داد که عده‌ای از فرزندان ایران زمین باید به خارج بروند، علم و دانش کسب کنند و بیایند خدمتگزار ایران باشند. برای نخستین بار دانشگاه تهران در زمان این شخصیت پایه‌گذاری شد، افتتاح شد، کلنگش خودش زد دانشگاه تهران که امروز یکی از بهترین دانشگاه هاست، ولی خب متأسفانه افتاده دست تعدادی از آدم هایی که اصلا نمیفهمند هدف از ایجاد این دانشگاه چه بوده. و همینطور عمران آبادانی که انجام پذیرفت، ماها رو بهمون شناسنامه دادن. شناسنامه در کار نبود پیش از رضا شاه کبیر، میگفتن فلانی پسر شیخ حسن فلانی. دستور داد به وزارت خارجه که از این به بعد نامه‌ای که نوشته میشه عنوان بشه دولت ایران، کشور ایران. اینا همش نمونه های کوتاهی است، من دارم عرض میکنم، شما میدونید، خیلی از شما که سن سالتون بالاست این قضایا رو میدانید، من بیشتر تکیه میکنم اینکه جوان ها بدانن. خب حالا راهن ایجاد کرد بماند که این نظام وظیفه ای درست شد که باید بیان برن سربازی. ارتش نوین ایجاد کرد پیش از رضا شاه. ارتش ما ارتش نبود که، خودشم قبلا تو گروه قزاق‌ها بودی که اینا از طرف کیا هدایت می‌شدن؟ روسیه. در زمان اون شخصیت آقای عرض کنم که روسیه همه کاره بود و بخشی از شخصیت‌های عرض کنم که سیاسی ما هم که طرفداران دولت بریتانیای کبیر بودن. این خیلی مفصل اگر بخوام راجع خدمات رضا شاه روان شاد صحبت کنیم. بعد میرسیم بعد به محمد رضا شاه پهلوی. خب کاراش میدونید، همین یک شنبه امیران ارجمند یک مراسمی به یاد این دو پادشاه برگزار میشه در شهر فرشته‌ها در لس آنجلس ما، در خانه فرهنگ ایران که آدرسش هم بر صفحه تلویزیون میبینید، یاد بود پادشاهان پهلوی. یک شنبه 28 جولای، همین یک شنبه عرض کنم که از ساعت 16 یعنی 4 بعد از ظهر این مراسم برپا میشه به یاد رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی. و طبیعی است که هر ایرانی که باور داره به هویت ایرانی خودش، باور داره به خدماتی که در این دوره انجام پذیرفت، سازندگی هایی که در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه در مملکت ما بود، خب یک وظیفه ملی است، یک فریضه ملی است. آدم باید بیاد ادای احترام بکنه به این دو شخصیت، دو پادشاه. اینم خدمتتون بگم، اگر من میگم دو پادشاه، فقط هم دو پادشاه نبودند. این نگاه پادشاهان پهلوی بود که شخصیت هایی رو دعوت به کار کردند. وقتی کودتا کرد رضا شاه، شما نگاه بکنید اکثر تحصیل کرده دوران قاجار رو دعوت به کار کرد. بله، میدونست که آقا باید از یک آدمی که تحصیل کرده است، دانش داره، تخصص داره استفاده بشه. اینو تاریخ ما گویا است. برید بخوانید کتابی که آقای دکتر قاسم غنی نوشته، ظهور و سقوط رضا شاه، کتاب جالبیه، حتما بخوانید. پس همین یک شنبه یادبود پادشاهان پهلوی خواهد بود در محل خانه فرهنگ ایران از ساعت 4 بعد از ظهر. فراموش این رو نفرمایید. آدرسش هم که میدانید دیگه، 2215 ستیکو هست که این خیلی آدرس روشنیه. در این خانه فرهنگ برنامه‌های متعددی اجرا شده، اکثر هموطنان ما آدرس اونجا رو از بر هستن، میدونن یه جای شناخته شده ای هست همین خانه فرهنگ ایران. اما اگر وقت کوتاهی داریم یه اشاره‌ای بکنیم فهرستوار به کارهایی که در دوران محمد رضا شاه انجام پذیرفت و این توده‌ها دائما عرض کنم که اینا رو مورد انتقاد قرار میدادن. شما به من بفرمایید ببینم که این اصلاحات ارضی کجاش بد بوده؟ دست خانها و ارباب‌ها رو کوتاه کرد از زارعین ما، زارعین صاحب زمین شدن. و عرض کنم که وضعیت کشاورزی اون دوران رو مقایسه بکنیم با همین دورانی که امروز تکنولوژی تا این اندازه پیشرفت کرده. انقلاب سفید که شد قبیله ایراد می‌گرفتن، اصلاحات ارضی بود، ایجاد سپاه دانش بود،
چه خدماتی همین سپاه دانش جوانهای مملکت ما رفتن انجام دادن، به جای اینکه دو سال برن خدمت وظیفه انجام بدن، رفتن در سپاه دانش اعزام شدن به روستاهای ایران، به دورترین روستاهای ایران رفتن، چه خدمات ارزنده‌ای که اینا انجام ندادن. بعد ایجاد سپاه دانش، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه بهداشت که آشنا کنه روستاییان دور رو با بهداشت امروز، آشنا کنه که آقا این بهداشت تا چه اندازه در زندگی شما موثره، سپاه ترویج و آبادانی. و بعد هموطنان ارجمند همینجوری بگیریم بیاییم، شما نگاه میکنید در اون سپاه ترویج آبادانی، در اون سپاه بهداشت، سپاه دانش، دختر پسر با هم بودن، تفاوتی بین زن و مرد نداشت. میدونید چرا ملاها و آخوندها غضب کردن به پادشاه ایران؟ برای اینکه وقتی اعلام کرد زنان همانند مرد و حق رأی دارن، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، اونجا بود که همین رهبر جمهوری اسلامی به خشم آمد. زمان نخست وزیری علم بود، نامه‌ای به پادشاه نوشت که اینجا کشور اسلامیه، شما به چه حق اجازه میدید زن بتونه رأی بده؟ حالا نگاه بکنید چه بازیهایی میکنن. امیدوارم این مطلب متوجه خانم ها قرار بگیره، ولی پادشاه ایران ایستادگی کرد، گفت باید این کار بشه. زنان ما آمدن چه مشاغلی رو در اختیار گرفتن و چه قدرتی از خودشون نشان دادن، چه توانایی در این زنان ایران وجود داره، هنوزم وجود داره، متراها رو مسدود کردن. من متاسفم آدمی مثل خانم شیرین عبادی که دو اون دوره وکالت میکرده، آخه چطور ممکنه یک خانومی که در اون دوره تحصیل کرده وکالت میکرده این آزادی ها رو داشته؟ حالا خودش البته ممکنه متوجه شده این روزها. میخوام بگم این دشمنان ما هر آنچه که در مملکت ما انجام میپذیرفت اونا رو با دید منفی نگاه میکردن و بعد دائما در بوخهای تبلیغاتی خودشون میدمیدن. مگر فراموش میکنیم رادیوی پیک ایران رو در چین، رادیویی در عراق بود، در چین بود، اینا همشون بر ضد حکومت ایران، بر ضد واقعا هویت ایرانی تلاش میکردن. همه این مسائل به نظر من باید بازگو بشه. از چه کسی ما میترسیم؟ چرا واقعیت ها رو نگیم؟ نسل جوان امروز ما شیفته دانستن حقایق، این نسل نسل زنده‌ایه، نسل هوشیاریه، نسل بیداریه، بسیاری اطلاعات خودش به دست میاره. شما تصور نکنید با گذشت زمان شما میتوانید این نسل رو گمراه کنید. متاسفانه دو نسل ما سوخته شدن، دو نسل در ایران ما از بین رفتن. واقعیت امروز حجت الاسلام ها شما نگاه بکنید در اون مملکت یه حرفایی میزنن، اما بچه‌هاشون کجاست؟ یکیتون سوال کنید دختر همین رئیس جمهور منتخب که خیلی‌ها براش سینه میزنن در کجا داره زندگی میکنه؟ دختر آقای خاتمی کجاست؟ بچه‌های سران جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی اعلام کرده 400 فرزند سران نظام جمهوری اسلامی در لندن دارن تحصیل میکنن. چطور شده؟ اون وقت وضعیت ما رو ببینید، بچه‌های جوان ما رو به چه روز انداختن که باید این طفلک‌ها فرار بکنن، عرض کنن که بخوام برن به یک کشور دیگری، دوچار طوفان بشن، بسیارشون از بین برن. حالا اونایی که در ترکیه و در پاکستان اسیرن، در یونان اسیرن جای خود. همین اخیرا در خبرها خوندید. خب اینا نباید یک ایرانی رو به فکر بندازه؟ نباید واقعا یک ایرانی آزاده، یک جوان آزاده این فکر کنه آقا چرا اینجوری شده؟ ما کی در زمان محمد رضا شاه ببخشید پناهنده ایرانی داشتیم؟ چه تعدادی؟ آیین حجج اسلام، آقایون طرفداران جمهوری اسلامی، وقتی به قول مشهور یک ایرانی میخواست بیاد به خارج، پاسپورتش که میدیدن با احترام نگاه میکردن، میگه آقا من یه ماه میخوام مادم توریستی برم، میگه نه ما به شما یک سال ویزا میدیم. اعتبار داشت، حرمت داشت، آبرو داشت. تمام اینها رو کیا از بین بردن؟ امروز به من شما وقتی میخوام سفر بکنیم پاسپورت ایرانی نشون میدیم به چشم یک تروریست نگاه میکنن، جدامون میکنن میبرن توی صفحه دیگه. آخه من نمیدونم اینا مسائل ممکنه ساده ای باشه، اما قابل تعمق، قابل اندیشه است، باید روش فکر کنیم. ما دائم نشستیم، عرض کنم که آب باسیاب مله ها داریم میریزیم دیگه، مله ها از خداشونه. این جوان های تشنه آزادی، این بچه هایی که به جهان نشان دادن که آقا اینا آزادی میخوان، حکومت سکولار میخوان. امروز میبینید که قوه قضاییه عنوان میکنه بله اونایی که دم از سکولار میزنن ضد دینن.
خب در درون ایران بسیاری هستن که اعتقاد دارن آقا دین یه حرمتی داره جای خودش، شما دین رو قداست چشمین بردین حجج اسلام. ما خب همون طرف هم که زندگی کرده بودیم، چه زمانی این دین تا این اندازه مورد بی احترامی واقع می شد؟ از زمانی که شما آمدید هر کاری رو به نام دین دارید انجام می دید. بعد از 35 سال هنوز دادگاه انقلاب دارید، هنوز قوانین شرع و شریعت رو در مورد مردم ما اجرا می کنید. متاسفانه اینا واقعیت، اینا وجود داره. به هر حال داره وقتمون هم به پایان میرسه، فقط یادآوری باز میکنم هموطنان عزیز گرامی، باید حق شناس بود، باید برای خدمتگزاران مملکت واقعا ارزش قائل شد، اعتبار قائل شد. در آخر برنامه اینم بگم برای استاد فرهنگ فرعی عزیز ما، خب نویسنده توانا، روزنامه‌نگار، ژورنالیست، برنامه‌ساز، واقعا استاد بسیاری از بچه‌های موفق رادیو تلویزیون بوده، متاسفانه خبر بعدی شنیدم آقای فرهنگ فرهی خواهر خودشون از دست دادن در ایران، خواهری که بسیار برای فرهنگ عزیز بود. آقای فرهنگ فرهی، ما هم در غم شما شریکیم. از طرف خودم، مدیریت شبکه اینای تیوی و همه همکارانم این واقعا فاجعه رو به شما تسلیت میگم. امیدوارم که بقای عمر بازماندگان باشه و برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. از همکار عزیزمون آقای فرهنگ فرهی، یک چهره واقعا دوست داشتنی و فعال. عمیانان ارجمند، اجازه بدید که از اینجا دیگه مطلب رو بنده کوتاه کنم، فرصت ندیم. آقای جی آتابای گفتگویی کرده با سم بازی. خب میدونید این گفتگو در مورد به هر حال مسائل تروریستی است دیگه، و همیشه نگاه زیاد به این معطوف بوده. از آقای بابک عزیز کارگردان فنی بسیار سپاسگزارم. به اتفاق مصاحبه آقای ضیا آتابای رو با آقای سم بازی مشاهده میکنیم. بعد از شما خداحافظی میکنم با امید روزهای بهتر و آینده درخشان برای ایران عزیز ما. In recent week, both the GCC and EU have blacklisted Hezbollah. GCC consists of the six countries: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain, and Oman. And EU, which consists of the 28 countries. This is the things that happened, and for this matter, we're going to talk to Mr. Bazzi. Let me to again introduce Mr. Bazzi. Mr. Bazzi is Shia, and it is from Lebanon. But he believes that all the governments that Shia and Iran and other group that they are talking about the Islam, they're doing something that is not right. Today, we're going to talk to Mr. Bazzi to see what's happened. Mr. Bazzi, GCC blacklist Hezbollah before the EU. What triggered the GCC to take this unusually drastic step? There has been several factors behind the Gulf Cooperation Council blacklisting Hezbollah, sanctioning it. One of it is the persistent presence of sleeper cells in Saudi Arabia and UAE and other places, Kuwait, which are a threat to the national security of these countries. But more importantly, in recent times, is the interference of Hezbollah in the Syrian civil war. And the Syria issue is basically almost an existential threat to the monarchies and emirates in the Gulf, in the Persian Gulf. So it's a matter of life or death for these monarchies, these regimes, and they take the matter very seriously. The crimes that are being committed by the Syrian regime and the Iranian regime and Hezbollah in Syria is something that was behind this. The other matter, of course, is the killing of former Lebanese Prime Minister Rafi Hariri, and of course there is the ongoing effort to prosecute those behind it, and
namely Hezbollah, and Hezbollah has refused to hand over the suspects to the International Court for Lebanon. There is that as well. And then also the continuous killing of Lebanese politicians and security figures in Lebanon at the hands of Hezbollah. Most recently, of course, is General Wissam al-Hassan, who is the head of the intelligence branch of the Lebanese security service, the national police, basically. Mr. Bazzi, what caused the EU to consider blacklisting Hezbollah at this point in the time? What are the driving factors for this matter? Many driving factors. One of the triggering factors, of course, is the murder of Jewish-Israeli tourists in Burgas in Bulgaria. The evidence has pointed in the direction of Hezbollah. Of course, there is also the arrest and trial conviction of a Hezbollah terrorist in Cyprus, the island nation in the Mediterranean. That particular terrorist was basically gathering intelligence on the movements of Israelis in Cyprus in preparation for an attack. These are triggering factors, but a main factor, again, is international pressure due to the interference of Hezbollah and the Iranian regime in Syria and all the crimes being committed there. And again, you also have on European soil the court that is being held to prosecute those who have killed Prime Minister Hariri. That's another factor. It's an accumulation of factors. There is U.S. pressure, Israeli pressure, GCC pressure, and you would notice here that the GCC, which is a collection of Arab countries, Muslim countries, acted before the European Christian countries. So it's mounting pressure on unprecedented scale against Hezbollah and the Iranian regime, ultimately. Now, it's very significant here because a decision to blacklist Hezbollah by the EU would require the consensus of 26 nations. Much of them, many of them, are actually former Soviet, pro-Soviet countries that are still influenced by Russia. For these to come on board with a decision like this is very significant. If only one of these countries decided to not cooperate, the decision wouldn't have passed. So we have an international consensus that Hezbollah is a terrorist organization. Mr. Bazzi, EU has blacklisted the military wing of the Hezbollah. Tell us, how is that, in fact, distinguished from the political and the other wing of Hezbollah? The thing that is widely known, recognized by everybody, is that Hezbollah, being a primarily military organization, there is no distinction between the two. Everybody in Hezbollah, a jihadist organization, does military service and is readily available to basically participate in any sort of violent action. So there is no distinction, but it's political move here. The EU doesn't want to overpressure Hezbollah. It wants to send it a message that it still has a lot to lose, because if Hezbollah is cornered totally and sees that it has lost everything, then there is always the risk, the strong risk, that it will militarily take over Lebanon totally and also start launching terror attacks everywhere. So this is basically soft pressure, very smart move by the EU. This is not so much unlike the attitude of the United States. The United States still does business with the Lebanese government, which has elements of Hezbollah within its ranks. It's basically well thought move, and it does send the message totally without any repercussions. Well, I don't want to say any, but without serious repercussions for Europe. Mr. Bazzi, how would the blacklisting the military wing of the Hezbollah by the EU and GCC impact Lebanon?
significant impact. It's going to create tension there because the opposition to Hezbollah there, which is significant, is going to basically point out to that, show the people of Lebanon that there is a price to be paid for supporting Hezbollah. So that's going to create political tension, and we already saw that from the speech, recent speech of Nasrallah, right after the decision of EU. Of course, there is economic impact. A lot of investors will pull out of Lebanon, potentially, especially that things seems to be going to escalate. There is the impact on tourism, which is a major source of revenue for Lebanon. Some people are going to reconsider taking vacations there. And of course, there is the impact on the United Nations troops that serves in southern Lebanon, separating Hezbollah from the Israelis. The force there is now going to be under pressure from Hezbollah and its supporters. Hezbollah can basically resort to harassing these forces, which are there to maintain the peace on the borders and by extension for all of Lebanon. That's very important. So what might Hezbollah react to this action? Again, they can apply pressure on the United Nations forces in southern Lebanon. They can resort to more terror attacks. And we already saw that from the speech of Nasrallah the other day, right after the decision by EU. He's saying that any attack by the Israelis on Hezbollah is an attack by Europe as well, because he's now considering Europe to be a partner with Israel. Now, this is kind of how they say that. He's trying to scare them, and he's trying to tell them, blackmail them, that's the word. He's blackmailing them. He's saying that, okay, the Israelis do attack us all the time, directly or indirectly, and when they do that, you are responsible, which means I can retaliate against Europe. Now, this is absurd. Basically, he's issuing open threats pretty much. So now we have a Syria Shia forces loyalty to Iranian regime and Ayatollah Khamenei from Lebanon, Iraq and Iran. It's also reported that there are even Shia voluntaries from as far away as India and Pakistan. Mr. Bazzi, what are the motivation factors of this jihad and leave their countries and go fight and die in the Syria? What is the motivation for these people? We have to notice here that the Iranian regime is a sectarian regime. It's there in the constitution, new constitution of Iran, that Iran is a Shia country, although there are other major religious groups in Iran, Sunnis, Baha'is, Jews, Christians, but they made Iran to be a Shia state. Now, with that, Iran is rallying behind itself the Shia of the world, from as far away as India and Afghanistan and the Pakistan, all the way to Iraq and Lebanon, Bahrain, etc. And they are using a lot of the treasures of Iran to achieve this aim, as well as the khums that the mullahs collect from the people. So the way that they are motivating them to go there, they are telling them, we are in the end times, Imam Mahdi is about to appear, and before Imam Mahdi appears, there is this terrible, satanic, evil figure, Sufiani, who is going to appear in Syria and he's going to slaughter Shiites. So why don't you go to Syria? Why don't you go from India to Syria and fight before the Sufiani appears? Why don't we fight him? That's one factor, this Shia eschatology factor, Shia end time stories and prophecies is a major thing in the Shia sect. The other thing, of course, is defending the shrines, the Shia shrines in Syria, most significant of which is Sayyida Zainab, Lady Zainab in Damascus. Now, the shrine of Lady Zainab in Damascus has been there for almost 1400 years, and the Sunnis did not disrespect it.
So to say that now if the Sunnis take their country back, that they will disrespect these shrines is absolutely unfounded. But basically they are appealing emotionally to these volunteers to go there. And they want people from all over to be there to show that there is Shia solidarity. But the true reason for the presence of all these pro-Iranian regime forces there is actually defending the Iranian regime and defending the mullahs. Because as it has been stated by one of the most significant figures in the Iranian echelon, Ayatollah Mehdi Taib, one of the clerics there, he is in charge of counter-ideology stuff there. And he said that Syria is the 35th, I believe, province of the Islamic Republic. And if we lose Damascus, we can't get it back. So basically, they are defending Tehran and Qom in Damascus. Because in my opinion, that if the exporting the revolution project falls apart, and it would happen in Syria basically after 30 years of investments, what we will see is basically weakening of the mullahs within Iran itself. They did recognize that themselves, the mullahs. So they are there fighting for their own necks to protect their regime and their power and authority. What do you make of the accumulation of this militant Shia force in Syria? I'm glad you asked this question, Mr. Atabay, because now we have this huge buildup of battle-hardened pro-Iranian regime Shia forces there all over, and some of it is already in the Golan Heights. That's very destabilizing for the region. It's already destabilized Lebanon and Iraq as well, and it's right there next to Jordan, which is a shaky monarchy in general. So we have this standing force that is fighting there. It can be a major existential threat to Israel itself, because you see here, after 30 years of propaganda to gain a footing in the Arab world, now everything has collapsed because of the killing of the Sunnis of Syria. One thing that they might do is trigger a war with Israel to regain their reputation as a resistance axis in the region versus the United States and Israel. So triggering a war with Israel would help them regain some sort of reputation among the Islamists and the radicals there. And that would be a way out of their misery in Syria. However, obviously the United States and Israel have very strong contingency plans to deal with this. Every few days we hear somebody from the Pentagon saying that they have military options for Syria. The other thing is that Israel periodically has been bombing Syrian forces, Hezbollah forces in Syria, to send the message with overwhelming force that, hey, don't even think about it. Nevertheless, it is a threat. So any buildup like this is highly destabilizing for the region. And that's exactly what Assad and Khamenei want. They said from the beginning, from the time of the demonstrations against the Syrian regime, that everybody in the region will pay the price. So they are thinking that if we don't get what we want and dominate the region, we will basically destroy the region. And that shows what kind of people these people are. Thank you for your time. For the last question that I have, sorry. further destabilization of the Iraq's is not only Iraq. We're talking about all the Middle East. Is Iran a situation to killing the people and continuing to do whatever they want, and then coming to the Iraq. Iraq is not disabled out now. And then where are we talking about what happened to Syria now? And effect that Iranian regime and interfering to the all the stability of the Middle East and the world, and supporting the group of terrorists
What will be the finalized, this the free world, what going to do because of the war in that part of the world? It's very dangerous economically and especially for energy for all the world. What you think? How long? This is 34 years this Iranian government is in power. And we see it, European and American, till 3-4 years ago, 5 years ago, they didn't do anything. Now they are talking and going to suppress the Iranian government with the cutting all the income. But it still doesn't make a change because, you know, still they go into don't give the money to their people. They don't have Iranian people. They are in bad situation. But Iranian government is still, they say, in the first, I have to serve the Hezbollah. Some of the Ayatollahs in Iran, they saying that we don't care about Iran and we care about Islam and Shia and Hezbollah. So if any country was, and people, they find out someone in there is sitting there with the power and it says, I don't care about in this country that they're taking the money, they're selling the oil, they're stealing the money and give it not to the people, they're giving it to terrorists to give them the more power. And stupidly, everybody thinks that this only one religion will be powerful in the world and going to take all the wars. It's not happening for no religion like that. But why the free world taking so much time and playing this game with Iran? Don't you think that this may be the, I don't know, politician or people that we don't know who they are? They don't care. They wanted us, the people, to get killed. And this, to show the people the religion like that will not work, who's going to lose? People of America, as economy, as terrorist act, as a security, Iranian people, country like Iran, that is rich country, poverty in Iran is killing everybody, and American just only thinks that it is, look at it in the parliament, they saying that we ask President Obama to talk to Iranian government, let's go to talk. How many years are you going to talk, and it's not enough? And you guys that all the free world that talking about the freedom, human rights, equality of the man and woman, and quality of the life, none of them, they're talking about Iran. Nobody wants that. They want to suck the blood of Iranian oil or everything. They don't care about the Iranian people. Where the Iranian people are standing and what they have to do. Because they surround them, even our neighbors, Arab countries, they know it, that this government is very, very dangerous even for them. But even they don't help the Iranian people. All the friends that or neighbors that we have, and they are in same danger, they don't help the Iranian people. What's going on? What this game is going to be, how long? And how are we going to get to somewhere that we are not safe even in America? Don't you see it? That all the guys from Russia, for everyone, they come and born in here, but they're starting to kill the American in the street. So where the American going wrong? Do you think that America is going to continue and fighting for this politician in here? And all of them, when they come to this White House, they forget what they promised. They forget that they have to stop to give the point to the Iranian with the money that working with the Iranian government to come in America to make the everything possible to support the Iranian government. What we are going from here as American, that superpower of the world, now look at what's the situation of the economy in this country and the fight and all the things that happen in America. What you think in the future, what we're going to head? We are going to be ahead of us more problem, or there will be sign of the help and peaceful and love, not hate of the religion between all the people? What will happen? How we can get there?
Well, speaking of love and hate of religion, we live in the a land of freedom of speech and freedom of press and freedom of religion. This is an amazing country that is dotted with churches and synagogues and mosques and temples. This is the example of coexistence between religions and should be taken as an example by everybody. But America is being very cautious in dealing with Iran because the Iranian regime, because we are not talking about some sort of worldly rational regime. We're talking about people who have messianic approach to things. They are talking about end times, about exporting revolutions, about Imam Mahdi appearing. Remember at the beginning of the revolution, Khomeini declared that he's gonna prepare 20 million man army, then he's gonna take over the Middle East and invade Europe and this and that. We're talking about a besieged force of 6 million people, people who don't hesitate to kill unarmed demonstrators. We don't do things like this in the United States. People can demonstrate and march as much as they like, even if they were Khomeinists. We see them all the time, even in front of the White House, demonstrating and expressing themselves. But we don't have that in Syria and Iran. There, they kill those who demonstrate. Now, the mullahs have this huge bet that they are smart, that they have the resources of Iran. That's very significant. They have the resources, the mines and money and treasure of Iran behind them, that they can basically use these resources between their hands to use the Palestinian cause, the Arab-Israeli conflict, the Palestinian versus Israel issue, to basically take over the Sunni world, to take over the Arab street. And they did a lot. And if it wasn't for the Green Revolution and subsequently the Arab Spring, basically the Arab Street would have still been affected, or some of it even loyal to the Iranian regime. They have cells, they have sleeper cells and terrorists in every country, from every nationality. So they are working very, very systemically. And the United States is being cautious because we are a great country with a great economy. And the last thing we want is some little terrorists here and there blowing things up with a cost of a few hundred dollars, shattering our economy and closing our cities. So the approach is indirect. They want the people of the region to figure it out on their own, who is good and who is bad. And they did. They saw the true face of the Iranian regime. It's gonna kill its own people in, during the Green Revolution. Anybody who is protesting Khamenei and his decision for Ahmadinejad, you know, a lot of them were shot by snipers on the streets. When we had the Arab Spring, then we saw what the Iranian regime and the Syrian regime and Hezbollah are willing to do to those who oppose them. Not to mention what happened in Lebanon as well, which is basically a testing ground for the Vilayet-e Faqih projects. The killing of all these politicians who have opposed Hezbollah, all these journalists and members of parliament and heads of security, so many of them murdered with car bombs in cold blood. So everybody now knows the truth about the Iranian regime, and that's more significant than any bombing campaign by the United States or Israel or Europe against the installations of the Pasdaran. First, you have to show the world what the Pasdaran and the besieged and the Hezbollah are before you move on to something else. The other thing is that the war in Syria is draining the coffers, the treasure of the mullahs. And that is gonna soften them ultimately, soften them up. And it's gonna render any of their military projects meaningless, because they will not be able to export the revolution anymore. In fact, in my opinion at this point, exporting the revolution is dead. The only people who are gonna basically follow it are misguided Shia, who are at the mercy of indoctrination by the mullahs.
They play with their minds. They tell them whatever you are doing is Imam Mahdi is going to appear, which he may or may not. This is something subjective. This is something that is related to the Shia faith, and you can't push it down the throats of the rest of the world, like Ahmadinejad did when he goes to the UN. Every time he goes there, he wants to talk about Imam Mahdi. It's irrelevant what he's talking about when everybody else doesn't believe in it. But mainly he's appealing to Iranian people and telling them, look, whatever we are doing is for Imam Mahdi. We even talk about Imam Mahdi at the UN. Thank you very much for your time. And I hope the people of the world, they find out if they don't think now and don't do anything, again, we will have a very, very powerful fanaticism and killing every believer, other believers in the world will be in danger. And I don't know when the people of the world, out of a politician and the government, they find out now is the time before it gets bigger and dirtier and uglier. Thank you very much for your time. And thank you, Mr. Atabay. Thank you, NITV. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Take care. Thanks. من تمام عمرم رو با مشکل چاقی گذروندم و نگران سلامتی خودم هستم. با مشکل فشار خون بالا و کلسترول زندگی می کنم. به خاطر وزنم نمیخوام به بیماری قلب، فشار خون بالا، قند و یا بیماری های دیگه مبتلا شم. تصمیم گرفتم که در مورد به دست آوردن سلامتی خودم اقدام کنم و به همین دلیل با مرکز جراحی ماونتن ویو تماس گرفتم. تخصص ما در مرکز جراحی ماونتن ویو در زمینه کاهش وزن و درمان چاقی است. ما در این مرکز از جدیدترین و بهترین روش‌ها برای درمان چاقی از جمله گاستریک سلیف پروسیجر و گاستریک بندینگ پروسیجر استفاده می‌کنیم. هر دو این متد طرح شده‌اند که شما را به وزن ایده‌آل و سلامتی کامل خود برسانند. مرکز جراحی ماونتن ویو 818-205-9500. در این مرکز انواع بیمه های پی پی او پذیرفته می شود. الو، باورت نمیشه چی شنیدم. استارتک ارزون ترین قیمت تلفن به ایران را اعلام کرده. تهران هر دقیقه ای فقط 1.9 سنت. با کیفیت عالی استارتک میتونی هم با موبایل هم با تلفن خونه به ایران زنگ بزنی. صحبت کردن بیشتر با صرف جویی بیشتر فقط 1.9 سنت به تهران. الو، بله، بفرمایین. یک خبر عالی، به همه بگین، همین الان تماس بگیرین. باورت نمیشه چی الان شدید. آژانس مسافرتی آرتمیز، اولین برگزار کننده تورهای دست جمعی در جامعه ایرانی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره. جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-906-7043 و یا 888-906-7043 تماس حاصل فرمایید. این هفته داغ داغ در کاباره تهران، چهارشنبه شب کریاکی نایت با شهبال شهپره، در شبی که شما هم میتوانید خواننده باشید. جمعه با نوشافرین، پدیده پرتحرک موسیقی، مایکل عرد هزار صدا، آرمین با صدای خاطر انگیز بیگن سلطان جازه، شب شب مرتزا گلاغای موسیقی، روزی هزار بار میمیره، موش آفرین حدیدی که پرتحرک موسیقی و کامران همراه با رقص های شرمی. یک شب 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 جوانان دیسکو نایت با دی جی مهران و کامران، ارکستر اختصاصی کاباره تهران. تلفن اطلاعات برای زر کد 818-985-5800. تلویزیون ملی ایران با افتخار تقدیم می کند ویدیوی ایران و آمریکا.
مستندی که روابط ایران و آمریکا را در چند دهه گذشته به طور کامل به تصویر می کشد. قیمت $30. خاورمیانه، بی‌نظیرترین مستندی که به صورت دو DVD به قیمت $50 به شما عرضه می شود. ایرانیوم با زیرنویس فارسی و اسپانیولی که اظهار نظرهای سیاستمداران و منقدین جهان را درباره حکومت جمهوری اسلامی در بر گرفته است. این DVD با قیمت $30 به شما عرضه می شود. Luxurious, elegant, modern, 28 years in business, unbeatable prices, and now located in Sherman Oaks, Los Angeles, Lawndale. Your dream furniture coming true. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? Human right number one. We are all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. NITV, the first international Iranian television. News. Politics, entertainment, sports, health, family. Life. All in one. NITVUnited.com. Thank you.